با سلامی دیگر خدمت همیهنان عزیز و پارسی زبانانی که با ما هستند، 43 برنامه در روان پژوهی رو با هم خواهیم پیمود. بیشتر در مورد روان و پدیده تحمل میخوام با هم صحبت کنیم، که آنچه را که ما میگوییم تحملمون، طاقتمون تاق شد، تحملمون سر رفت، دیگه نمیتونم تحمل کنم، امکان تحملش رو ندارم. چقدر تحمل تو خوب هست؟ حتی اگر شرایط جسمی باشه، مثلا زیر شکنجه خوب تحمل کرد، زیر شکنجه خوب تحمل میکند، باید تحمل کنی زیر شکنجه، یا درد زایمان رو خوب تحمل کرد، یا در سوگ هست و خوب تحملش زیاده، یا تحملش برعکس خیلی کمه، این فرد هیچ سخن یا حرکتی که غیر از علاقه خودش باشه تحمل نخواهد کرد، کوچکترین حرف بر علیه خودش رو اون رو می آشوباند، به آشوب کشیده میشه، شوریده میشه. باید در جهت فکر خودش سخن بگی و الا تحمل نخواهد کرد. میبینیم که با همین جملات و همین افعال زبان شیرین پارسی که تحمل پدیده ایست روانی، حتی اگر فشار جسمی باشه. چقدر تحملت خوبه در روزه گرفتن، مثل که هیچی نمیشه دو یک وعده غذا نخوری. این هم صحبت اینه که بدن خب کمبود رو احساس میکنه، بدن نیاز رو منتقل میکنه، ولی این روان هست که به هر دلیل تحمل میکنه و غذا نمیخوره. و این در واقع میشه گفت حتی اگر از جسم بیاد، شرایط جسمی باشه، به هر حال آنچه که بهش میگیم تحمل در روان صورت میگیره و در شرایطی است افرادی این شرایط رو تحمل میکنن، میگذرونن، میذارن رد شه، باهش میسازن، سازگاری دارن با مشکلات و حتی بعضی وقتها شادی های فوق العاده، اون رو هم باید فشار روانیش رو تحمل کرد. تحمل در واقع چه مستقیم چه غیر مستقیم در مقابل فشاری روانی است و عمدتاً این فشار روانی شرایطی است که میشه گفت به شکلی ما رو به سمت عدم امنیت میبره. یعنی اون چیزی که ما وقتی باهاش مواجه میشیم، اون مجموعه اطلاعات و داده هایی است که از پیرامون میگیریم، حالا چه از بدن خودمون باشه، چه فوت یا فقدان یا مریضی یکی از عزیزان و نزدیکانمون باشه، همه اینها بحثی است که باید اینها رو در روان، این داده ها رو تجزیه و تحلیل بکنیم و عکس العملی که داریم، مثلا گریه است، مثلا داده، مثلا به بدن فرمانی میرسه در مورد اینکه عکس العمل نشون بدیم، یا ممکنه حتی گوشه گیری و خمودگی باشه در یک گوشه، یا بیخوابی باشه، یا خواب زیاد باشه. همه اینها در واقع مراحلی است که این در واقع اطلاعات بیرون، بدن رو هم بیرون بدونیم، اطلاعاتی که به روان ما میرسه باعث میشه که ما تحمل بکنیم یا نکنیم، کم تحمل کنیم یا زیاد تحمل بکنیم. بعضی وقتها ارادی است، یعنی با اراده میتونیم اینها رو کنترل کنیم. بعضی وقتها هم بیشتر اوقات هم طبیعتاً از آموزش ما خارجه و عکس العمل ها خیلی فوری و خشن و حتی ممکنه که در بعضی از موارد این عکس العمل ها ضرر به بدن خودمون
برسونیم یا به بدن دیگران یا به جامعه، اینها در اثر عدم تحمل هست. فکر کردم که این شعر رودکی برای اینکه بیشتر بشکافیم این مسئله تحمل و ارتباطش رو با روان ما بد نباشه، و اون در مورد ظاهراً عزاداری که یکی از بزرگان ظاهراً نزدیکی رو از دست میده، اینجور که در تذکره ها و شرح حال ها نوشتند، و رودکی این شعر رو در این رابطه مطرح میکنه: ای آن که غمگینی و سزاواری و اندر نهان سرشک همی داری. اینجا سزاواری این غمگینی رو تایید میکنه رودکی، درسته باید، ولی در درونم سرشک، اشک درون میریزی. خب جالبه که فردوسی رودکی که ببخشید رودکی که نابینا بوده اشک رو درونی میکنه، خیلی این نظر خود صنعت شعری و حضور یک شاعر بزرگ چقدر زیبا و دانسته است. و در نهان سرشک همی باری. رفت آن که رفت، رفت آن که رفت و آمد آن که آمد، بود آن که بود، خیره چه غم داری. استدلال اول برای اینکه این رو به تحمل بکشونه روان فرد مقابل رو، به قوانینی اشاره میکنه که این قوانین خارج از توان، اراده، نه تنها یک انسان بلکه مجموعه حیات، نیروهای ماوراء طبیعه یا طبیعه فرق میکنه. مرگ، من اون بحثی هم که میکنیم در زبان فارسی، مرگ حقه، یعنی در خود زایمان مرگ هست، برای اینکه هر موجودی که زاییده میشه لحظات رفتن به سوی مرگش به هر شکل کمتر میشه. اگه 100 سال هم بخواد عمر کنه بالاخره به اون 100 سال نزدیک میشه. یعنی زنده یعنی آماده شدن برای مرگ، تعریف زنده است، یعنی به هر حال به مرگ ختم میشه موجود زنده. به هر حال این اشاره رودکی به این که یک قوانینی هست برای اینکه تحمل رو زیاد بکنه در طرف مقابل خودش، میگه که بیا و تمکین کن از قوانین فرا انسانی، فرا طبیعی، و حتی اگر معتقد به آن جهان باشیم و خداوندگاری دیگه باید تحمل کرد، یعنی اینجا رو کارش نمیشه کرد. رفت آن که رفت، آمد آن که آمد، بود آن که بود، خیره چه غم داری. هموار کرد خواهی گیتی را، هموار کرد خواهی گیتی را، گیتی است کی پذیرد همواری. یا به شکل دیگه اگر هموار بود نوبت به تو کی رسید، از دیگران دیگه کی میرسه نوبت به تو دیگه، تا حالا دیگران این همه آمدند و رفتند، عزیزانشون فوت نمی کردند. در واقع اینه، به شکلی باز تأکید میکنه رودکی بر اینکه اگر قرار بود یک استثناء باشه تا حالا میبود. مستی مکن که ننگرد او مستی، زاری مکن که نشنود او زاری. این اویی که مطرح میکنه مجموعه قوانین طبیعی است. ما در یک طبیعتی هستیم، در جایی زندگی میکنیم که مخصوصا در این مورد، در مورد مرگی که تحملش برای عزیزان از همه مشکل تره، برای اینکه حالا یک روز برمیگردیم به صحبت عزاداری، برای اینکه تحمل مرگ عزیزان به حدی مشکله که ما مراحل عزاداری رو به طور سنتی اختراع کردیم که بتونیم حداقل یک ساله تحمل کنیم این مسئله رو. مستی کردن و زاری کردن هر دو عکس العمل انسانی است در مقابل این تحمله، یعنی چه بریم رو بیاریم به شادی کردن افراطی یا زاری کردن افراطی، این اون اویی که در واقع مجموعه قوانین طبیعته اصلا براش مهم نیست، نمیشنوه. برای اینکه شو تا قیامت آید زاری کن، کی رفته را به زاری.
بازاری. باز هم قوانین دائمی رو مطرح میکنه. چرا اینجا قیامت مطرح میکنه؟ یعنی بالاخره تا روزی که یکی نوع در واقع سوراخ نوری رو وارد میکنه که به هر حال اون قیامتی هست و ما دوباره میاییم و حالا آرام باش تا دوباره بیاییم. آزار بیش بینی زین گردون گر تو به هر بهانه بیازاری. این هم احتمالا نصیحتی است که متلک و گنده است که رودکی به اون بزرگ مطرح میکنه. بالاخره یه جایی یه بدی کردی که اونم به در جواب میده. آزار بیش بینی زین گردون گر تو به هر بهانه بیازاری. این آزاری که داری میبینی و تحملش برات مشکله، یک جا به تحمل دیگری لطمه زدی، آزردیش. گویی گماشته است بلای او بر هر که تو دل بر او بگماری. گویی گماشته است بلای او بر هر که تو دل بر او بگماری. این هم به هر حال وقتی بر هر که تو دل میبندی طبیعتاً جزو طبیعت انسانی است، جزو حیاتمند است، زندگی دار است و اون هم از قانون عمومی است. همون اول است، همون تولد این قانون درش هست. ابری پدید نی و کسوفی نی بگرفت ماه و گشت جهان تاری. برای تو به عنوان یک انسان بدونی که ابر بیاد، بدونی که کسوف بشه، نور خورشید نباشه، زندگی تو، زندگی درونیت در واقع تاریک شده و تحمل این تاریکی برای تو مشکله. یعنی نور از روان تو رفته، نور روانی، اون چیزی که تو رو به زندگی شوق زاست برای تو، به زندگی امیدوار میکنه، سازنده است برای تو، اون رو از دست دادی. و درست هم هست که این مراسم عزاداری یک سال حداقل طول میکشه که از در روانی ما اون نور رو برگردونیم. فرمان کنی یا نکنی ترسم بر خیشتن ظفر ندهی باری. قبول کنی این فرمان رو، این قدرت رو، این اراده رو، بپذیری یا نپذیری، به هر حال میترسه که نتونی خودتو کنترل کنی، یعنی از تحملت خارج بشه، یعنی بر خیشتن ظفر ندهی باری. بر روان خودت نتونی مسلط بشی، از تحملت خارج باشه. اینجا به شکل زیباتری مطرح میکنه. تا بشکنی سپاه غمان بر دل آن به که می بیاری و بگذاری. یکی از راه‌های تحمل مسئله فراموشی است در همون طول یک سالی که طول میکشه این مسئله عزاداری. این تو که سپاه معمولا به بزرگی بوده، امیری بوده که فرمانده لشکری بوده، که اون سپاه رو، سپاهیان مختلفی رو تونستی شکست بدی، این سپاه غم رو هم باید بشکنی. یعنی بهش، به این فرد داره با زبان خودش میگه اینجا هم جنگی است، اینجا هم تو که تحمل کردی اون جنگ ها رو و شکست دادی دشمنان هم، اینجا هم یک سپاهی، سپاه غمی هست که باید شکستشون بدی. و اینجاست که در واقع بزرگ بیت و بیت اساسی در اینجاست که بسیار استفاده میکنیم در زبان شیرین پارسی: اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگ مردی و سالاری. اگر فضلی تو داری، یعنی اضافه، فضل یعنی اضافه، اضافی هم هم فضولات هم از همین میاد، هیچ که اضافی است، ولی تو فضل داری، یعنی چیزی برتر از دیگران داری، بزرگ مرد هستی و سالار، خودتو برجسته نشون دادی، در بین دیگران برجسته ای، انسان بزرگی هستی و اون فضلت هست. و این اگر بخوای نشون بدی این رو، یک علامتش این هست که بلای سخت رو تونستی خوب تحمل کنی. یعنی تحمل بلای سخت هست که در واقع نشان دهنده فضل و بزرگ مردی و سالاری توست.
و اگر تحمل نکنی لطمه میزنی به این اعتبار خودت به عنوان یک انسان فاضل، بزرگ و سالار. به هر حال این مطلب نشون میده تا چه حدی خود رودکی آشنا بوده با مسئله تحمل روانی که در سخت ترین قسمتش از دست دادن بدون بازگشت یک عزیز هست. و خب تحمل های دیگری هم طبیعتا در مقابل حوادث مختلف زندگی هست که خبر انواع مختلف بیماری ها و تحمل انواع مختلف خسارت های بدنی در مقابل بیماری ها، تحمل انواع اقسام خبرها و مشکلاتی خارج از اراده ما پیش بیاد، به هر دلیل ورشکستگی، به هر دلیل اخراج از کار، به هر دلیل خیانت های کسانی که در بینشون زندگی میکنیم و حتی خیانت خودمون به عکس العملش که دیده بشه، شنیده بشه و حتی میشه گفت که به عنوان نمونه خیلی بارزش حسادت هایی که ما به ما صورت میگیره و عکس العمل هاش باید تحمل کنیم، حسادت هایی که در خودمون جاری میشه و تولید خشم و کینه و بیمهری میکنه که باید اونها هم تحمل کنیم و دیگر نشون بدیم خودمون رو، برای اینکه اون حسادت دیگه در درون ما شکل خودشو گرفته، کار خودشو کرده، خارج از اراده ماست، ولی باید کنترلش کنیم. این رو تحمل کردن یعنی به شکلی کنترل کردن عکس العمل هایی که نباید صورت بگیره، تحمل کردن به عنوان مثال حتی یک درد، یک درد فیزیکی دندان، یکی از راهاش این هست که تمرکز بدیم خودمون رو به جای دیگر، یعنی منبعی که مجموعه اعصابی که این درد رو منتقل میکنند به روان ما و مرتب تذکر میدن، میگه زوق زوق کردن، زوق زوق میکنه، مرتب تذکره، برای اینکه بدن باید خودشو نجات بده، باید راه کاری پیدا بکنی که این منبع درد خاموش بشه، ادامه پیدا نکنه که بتونی زنده بمونی. در واقع تولید درد تحمل باید کرد، مقابله باید کرد، برای اینکه درد به شکلی و به گونه‌ای مستقیم یا غیر مستقیم من رو به سمت نیستی میبره. به هر شکل درد جسمانی، درد روانی که هنوز ما وارد ملانکولی، مالی خولیا و دردهایی رو که میتونیم بگیم که این دردهای آسیب های روانی هستند، اونها رو میذاریم فعلا در جای دیگر، میتونیم راجع به اونها هم بیاییم و صحبت بکنیم. اون درد هاییست که به دلیل آسیب روانی در ما هست و اون ناشادی هایی که آسیب روانی در واقع دپرسیون یا افسردگی کرونیک، دپرسیون کرونیک، افسردگی دائم، افسردگی فشرده، افسردگی از آسیب روانی، افسردگی دوره‌ای که وقتی بیاد تمام تحمل ها رو از بین میبره و انسان رو میبره به سمت تاریکی و نیستی. اگر این رو هم کنار بگذاریم، مجموعه دردهای دیگری که ما باید اونها رو تحمل بکنیم مجموعه ایست که به شکلی در پشتشون نشان از نوعی عدم زندگی یا رفتن به سمت مرگ داره. وقتی خوب نگاه بکنیم، وقتی یک نفر امکان اجتماعیش رو از دست میده، وقتی یک نفر ادامه زندگی خانوادگیش رو به هر دلیل از دست میده، حتی وقتی یک نفر مملکتش رو، وطنش رو، مجموعه جامعه‌ای رو که در اونجا به دنیا آمده، رشد کرده، بزرگ شده از دست میده و حتی دیگه نمیتونه برگرده به اونجا
حتی به طور موقت، اینها همه تولید درد میکنن، باید اونها رو تحمل کرد. ولی درد اینجا ناشی از اشاره است که مجموعه این دردها اشاره است به رفتن به سمت نابودی و مرگ. درد یک دندان، اگرچه آگاه هستیم این کدام دندانه و از کی شروع کرده به درد و این دردش رو میتونیم با دو مسکن آرام بکنیم، ولی این درد ریشه در این داره که اگر به این نرسی، به این دندان، این آلودگی، این قسمت فاسد ممکنه خیلی بزرگ بشه و به تدریج تو رو ببره به سمت مرگ و زندگی رو از تو بگیره. این یک اطلاعی است از این. و تحمل به این معنی است که بتونید اون زمان رو کنترل کنی، تمام بینه، یعنی بتونی به هر شکلی بتونی ظفر بدی. اینجا خود شعر رودکی رو میگه: فرمان کنی و یا نکنی، ترسم بر خیشتن ظفر ندهی باری. تحمل یعنی ظفر دادن بر خیشتن، بر خود پیروز بشی، بتونی اون منبع پیدایش این درد رو، چه درد حاصل از روان، چه درد حاصل از جسم رو، بتونی برش پیروز بشی. تحمل یعنی پیروزی بر درد که ریشه های مستقیم، غیر مستقیم، اجتماعی، انسانی به هر شکل داره. به خیلی زیبا رودکی این دو بیت رو باز هم نگاه کنیم بهش، ببینیم که این فرزانگی فرهنگ ایرانی که شاعر برجسته رودکی بیش از هزار سال چگونه به نصیحت زبان میگشاید و درست و دقیق. درسته که ابری پدید نی و کسوفی نی، بگرفت ماه و گشت جهان تاریک، از این بیشتر و تاریکتر و غمگینتر و بدون نور بودن زندگیت نمیشه، درسته. ولی فرمان کنی و یا نکنی، ترسم بر خیشتن ظفر ندهی باری. بر خیشتن ظفر دادن یعنی همین بحث تحمل کردن. چرا که تو فرد بزرگی هستی، هممون این بزرگی رو داریم که بتونیم اندر برای سخت پدید آید فضل و بزرگ مردی و سالاری. شب و روزتون بخیر.